خوانی رفع غم از چهره غمناک کن در جهان گریاندن آسان است اشک پاک کن سلام به کسی که کمره ها را مدیریت میکنه و کسانی که تصویر و صدای مرا و شما میته و شما خوبان که او طرف تلویزیون نگاه میکنین با دیدارهای قشنگتان برنامه زندگی را پس از چش شنبه گل و گل باران آرزو می کنم امروزتان متفاوت تر از روزهای گذشته هفته ها ماه ها و سالهای گذشته باشه و امروز هر آنچه خوبی است نصیبتان شود راستی خوبانم ما با ایام الدین شجاع تصویر بردار برنامه همکاران ما در اتاق فرمان و شما تفاوت داریم تا حالا آدم هایی را پیدا نکردیم که کلن شبیه همدیگر باشند چرا تفاوت چه نیاز بوده که از همدیگر و خود متفاوت باشیم و چیستی خود این تفاوت ها در برنامه حاضر صحبت میکنیم با جناب رحمت الله رسا دانش آموخته روانشناسی که به استیدیو ما قدم رنجه کردن پس از چاشت سه شما هم خوجستان مبارک بود تشکر زنده باشین بیشتر جان ما هم عرض سلام دارم خدمت همه انسان هایی که از پس تل پرده تلویزیونشان ما را میبینند انسان های متفاوتی که هر لحظه با انگیزش ها و تفکرهای متفاوتشان هر کدام نقشی را در پیشبرد برد جامعهشان بازی میکنند و خوشحال هستم بابت اینکه امروز در خدمت شما هستم سپاسگزارم از حضورتان و برنامه خودتان یعنی زندگی از چیستی تفاوت فرد یا افراد صحبت را آغاز میکنیم استاد درست همانطور که شما هم در آغاز ذکر کردین شما و همکاران تخنیکیتان و همه انسان هایی که در دنیا هست همهشان در جنبه های شخصیتشان تفکرشان انگیزه و هوششان و میتونیم مسائل بسیار زیاده را ببینیم که متفاوت از هم هستند البته به این معنا نیست که انسانها ها وجه های مشترک با هم ندارن ولی می توان گفت که همه ای انسان ها با هم مشابه در به صورت کل هم نیستن انسان ها به لحاظ فیزیکی متفاوتن به لحاظ انگیزشی متفاوتن هوش متفاوتی دارن به همین لحاظ که ما انسان هایی رو داریم که نابغه اند و انسان هایی داریم که از لحاظ سطح تحلیل فکرشان یکم که تاخیر می تا مسئله رو درک بکنن و خود مسئله تفاوت های فردی در کتب روانشناسی برگرفته از تلاش های بسیاری زندشمندانی است که در این حصه کار کرد و جالب است بدانیم که اولین بار بر اثر یک ثانیه تفاوت در مشاهده ستاره های یک عالم اهل نجوم تفاوت فردی احساس شد که مشاهده خود اندیشمند با یک از شاگردانش یک ثانیه تفاوت داشت و موجب اخراج او کارمند میشه و از اینجا مطالعات آغاز میشه و تفاوت های فردی را احساس بکنند که چرا انسان هایی هستند که میتونن یک مسئله اجتماعی را مثلا به صورت آسانتر حل بکنن انسان هایی هم وجود داره که مثلا در کارهای ارتش خوبن کارهای تکنیکی خوبن و متفاوت البته تفاوت های فردی از دوره یونانی باستان در روان افلاتون و سقرات هم مطرح بوده اما به صورت علمی نه چنانچه افلاطون به این نظر بودن که انسان هایی که وارد ارتش میشن برای دفاع از تمامیت ارضی یک کشور اینها نیاز دارن که ازشون آزمایش گرفته شود چرا آزمایش گرفته شود تا احساس بکنیم که انسان هایی که به درد ارتش میخورن و توانمندی فیزیکی مناسب تر دارن اینها را منصب های مناسب تر برشان بتن و این مطالعات ادامه پیدا میکنن تا قرون وسطا و از دوران یونان باستان تا قرون وسطا زیاد توجه به اون نشده بود در دوران قرون وسطا هم کم کم علما متوجه این تفاوت ها میشه ولی هنوز هم خوب نبود تا اینکه میرسیم به دوران معاصر و روانشناسی فردی امروز یکی از میراث های برحق علوم روانشناسی و استفاده وسیعش در ساحات مختلف زندگی انسان ها داره و یک موضوع بسیار جالب جناب استاد که فرد اول از کار اخراج شد و در حقیقت قربانی گرفت تا تحقیق پیرامون تفاوت های فردی آغاز شد بله. و خیلی جالب است خب به تفصیل اگر بپردازین پیرامون منشای این تفاوت ها که از کجا ناشی میشه سوال بسیار خوبه انسان ها به دو لحاظ دیدگاه روانشناسان تفاوت دارن هم از لحاظ ارسی هست و هم از لحاظ اجتماعی یا اقتصادی به لحاظ ارسی اگر ما حساب کنیم بزرگترین تفاوتی که بین ما وجود داره جنسیت ما هست مثلا شما خانم و آقا را شما در جامعه میبینین و بعد از اگر بیایم در درون هر کدام از این دسته ها خانم ها در میان خودشان تفاوت های زیادی دارن مثلا یکی قد بلنده یکی قد کوتاه هست یکی مثلا خیلی صدا چاقی داره یکی صدا چاقی نداره شاید دو ف... خانم را پیدا <تصفح> کنیم عین قد داشته باشن ولی وزنشون متفاوت, متفاوت باشه وزنشون متفاوت باشه اندیششون تفاوت درست. داشته باشه و یا مثال های دیگه مثال های زیاد وجود داره به همین لحاظ ما تفاوت های فردی را اگر بریم مطالعه بکنیم اینها یعنی خصوصی تر میشه هر ساحه استفاده اش را به صورت آزمایش هایی که دانشمندان روانشناسی طرح کردن به اجرا میگذارن و نتیجهش را مورد استفاده قرار میدن همونطور که گفتم منبع اینها هم میراسی هست که چند مثال را ذکر کردیم هم اجتماعی و اقتصابی هست به صورت مثال قرار باشه دو انسانه که با هم دو قلو باشن این محیط محیط اجتماعی رو برایش فراهم بکنین برای یک مدت فکر, فکر بکنین یک سال بله البته چهار گونگی ها و دو بله گونگی ما نمونهش رو چون بیشتر نمونه ها روی دو ها انجام دادن بسیار خوب چون کس های بیشتر از دو کم هست و به این لحاظ امو ها رو بیشتر توجه قرار میدن دوقلوها از یک لحاظ خیلی از هایشان مشابه همن به لحاظ چهره به لحاظ قد به لحاظ بسیاری از علایقشان هم حتی مشابه هست ولی باز هم تفاوت در اونها دیده میشه و اگر ما برای همطور گفتم برای یک دوقلو برای یک مدت یک سال اگر در نظر بگیریم سنف منظم را برای آموزش های خاص بعد از یک سال اگر آزمایش بگیریم یقین کنین که نتیجه آزمایش هر دویشان مشابه نخواهد بود به لحاظ اینکه اونها تفاوت هایشان هم از لحاظ محیطی ممکنه فرق بکنه و همه که اونها خودشان درونن آماده پذیرش چگونگی یعنی اطلاعات را که در بیرون برایش فراهم میسازیم با آنچه که در درون داره خودشان تفسیر میکنن و گلچین را در حافظه خود جای میدن و بروندادش نشان دهنده تفاوت است که ما شما درک میکنه استاد رسو بیشتر تشابهات بین دو قلوها ها و یا هم دو ها دیده میشه حالا اختلافشان در چه مواردی است در هر دوگانگی تفاوت داره یا نه همسان است این ها؟ نه خیر چون تفاوت فردی همونطور که گفتیم ای طور نیست که مثلا اگر یک دو قلو ما می بینیم که استعدادشان در نوع سلیقهشان یا انتخابشان هست دیگران هم همی باشه متفاوتن نسبت به برداشتشان نسبت به کارشان نسبت به اینکه هوششان هوش فعالیست یا هوش کارایی است یا هوش مثلا تحلیلی هست یا یکی مثلا علایقش نسبت به همو پدیده که برایشان فرام ساختیم زیاده یکی نیست و ممکن یکش مثلا تجربه داشته باشه که فرامی تجربه جدید یا محیط جدید مطابق با تجربه از او همخانی نداره یا برایش خوشایند نیست لذا او هم تلاش میکنه که برداشتش طوری باشه که بتونه رضایت خاطر خود را به دست بیاره و همچنان کسی که مثلا برایش بی‌تفاوت بود یا تجربه قبلی نداره او هم یادگیریش و برداشت از محیط جدید متفاوت خواهد بود و بیشتر ما تشابهات را بین دوگانگی ها می بینیم این تشابهات هم به صورت یکسان است یا نه در هر دوگانگی و دوقلو فرق میکنه بیشتر تمرکز صحبت ما در این مورد شده البته دوقلو ها گفتم میشه گفت بلندترین میزان مشابهت در ژن های وراثتی خود را دارن به این که شاید رنگ چشمشان یکی هست قدشان یکی هست صورتشان یکی هست ما مم... دیدیم باور کنین دو خواهر و دو قلو بود سیده و فریده اگر صدای مرا دارن برشان سلام تقدیم میکنم وقت یکیش را تنها میدیدم فکر میکردم سعیده است سعیده را فکر میکردم فریده است بله هاز چهره ظاهری زیاد مشابه هم دیگر بودن درست ما فکر میکنم که مشاهده طولان مدت چنین دو های میتوانم ما و شما را به تشخیصش بالاخره برسانه شاید پدر و مادر خانم سعیده و فریده, فریده. ای, ای, تفاوت رو خودشان احساس بکنه که کدامشان سعید است و کدامش فریده بل هاز این یک مدت بیشتر بر رفتارهایشان بر علایقشان بر انگیزش داشتن و تفاوتها را احساس میکنن مثلا ممکن یکشان اشتهایش زیادتر باشه و یکشان کمتر باشه ممکن یکش مثلا علاقمند یادگیری هنر باشه یکش علاقمند علوم اجتماعی باشه خب اینا ما موارد بسیار ظریف است که بار, بار باید ما ببینیم بار طولانی باید قرار بگیرن بلده بلده بلده. تا اینکه ما درک بکنیم که خبنیم. چه فریده کدام است است خب استاد مثلا ما چطور بدانم که تفاوت دارم در بسیاری از موارد با جناب شما با همکارم تصویربردار برنامه و دیگر همکاران و دوستان ما ما فکر میکنم که بسیاری از تفاوت ها خیلی آشکار هست میان یعنی شما و همکارانتان و ما اولین تفاوت که وجود داره جنسیت هست ای بر همه هویدا هست که شما خانم هستین و من آقا و همچنین در اطرافتان ممکن است شما علاقه مندی به گویندگی داشته باشین ولی دوست عزیزی ما در پشت کمره علاقه فن یا مثلا هنر فیلم برداری در عرصه سینما و پرده برداری هست ما تفاوت زیاد وجود داره مثلا شما اگر به شما یک لیستی داده شود که شما ده تا از علاقه مندیتان رو بگوین همچنین به همکارایتان مطمئنا وقتی که مقایسه بکنین تفاوت ها رو احساس میکنیم از لحاظ علاقه حالا باید به لحاظ یک کاغذ سفید بر ما بتن و یکی هم بر شما تا بنویسیم که بچه چه چیزهایی ما علاقه علاقه داریم تا ده. تفاوت ما شناختش. برای دریافت تفاوت های فردی راههای بسیار زیادی و تست های بسیار زیادی وجود داره ولی ما اهمیت تفاوت فردی در زمان است که شما میخواین وارد یک کار شوین یا مثلا میخواین آموزش ره آموزش, ره آموزش ره یا تعلیم و تربیه رو برای مکاتب سنین و مشخص مثلا هفت سال که آغاز آموزش های رسمی اطفال به حساب میره در کشورهای پیشرفته خوشبختانه تست های بسیار منظم وجود داره تا استعداد کودک از آغاز کشف شود مثلا بر ریاضیات استعداد بیشتری داره یا مثلا و مسائل علوم انسانی و محیط زیستی و مسائل دیگر اونها تست میکنن و کوشش میکنن شرایط و زمینه را برای آموزشان طوری فراهم بکنن که بتانن بیشترین استفاده از استعدادشان را داشته باشند و فعلا در محیط عمومی تفاوت های فردی وجود داره و خیلیش آشکار هست و به میل لحاظ است که من فکر میکنم جامعه با تنوعش که داره مورد تعریف قرار میگیره استاد رسا خب تمام انسان ها در کدام موارد اشتراکات دارن و در کدام موارد اختلافات خود را دارن فکر منم سوال خیلی عمومی هست به لحاظ اینکه تفاوت ها هم بسیار زیاد هست و مشابهت ها هم بسیار زیاده حد اگر اگر بخوایم مشابهت ها رو بگیم شاید بیشتر از نیمی از کره زمین را یک جنسی به نام زن تشکیل بده زنان بسیار محترمه که میتونه نقش بسیار ماستری را با توجه باز هم به با مشابهت هایی که دارن مثلا اگر سازمان هایی را ما بررسی بکنیم اگر سازمان آموزش و پرورش باشه بلفرد وزارت معارف در کشورهای دیگه علاقمندان تعلیم و تربیه در یک سازمان به نام وزارتشان مثلا جمع میشه و با هم کار میکنن و این باعث میشه که هماهنگی و علایق افرادی که تحت یک چتر کار میکنن کمک بکنن تا زودتر به مسیر برسن به هدف برسن فرض فکر کن اگر ما یک علاقه که انجینری یا علوم تکنیکی رو میفهمه بریم داخل وزارت معارف کار بکنه و برعکس یک آدمی که به آموزش پرورش علاقه مند داره بفرستیم برای تیپ یا مثلا برای علوم نظامی که تمرین بکنه سخت فیزیکی <تصفح> اینها تحمل کنیم اگر ما بر اساس ب... علایق شخصی خود ما بفرستیمش اونجا ما مثال می آوردیم فکر کنیم که کسی که علاقه مندی به آموزش پرورش داره رو بفرستیم برای سربازی یا کسی که میتونه دکتر خوب باشه ولی بگم تو بر انجینیر شو این مثال ها با این یعنی ما افراد را نشناختیم و دفعات های فردش را در نظر نگرفتیم که این چه استعداد داره و چی محدودیت هایی در از او وجود داره که این باعث میشه ما نتیجه رو نگیریم یا مثلا اگر نتیجه رو به او برسیم در برسیم و یا مثلا رضایت خاطر نداشته باشیم من خب اینجا یک سوال داشته باشم نمیدانم چقدر ارتباط داره یا نداره او را هم از شما باز میشنویم بعضی اوقات شخص و یا هم اشخاص اندیشش، فکرش، برنامهش چیز دیگری است و اما شخصیت زدگی و یا هم هوا و هوس و یا هم تحت تاثیر گروه و سازمان که شما نام بردین باعث میشه که اندیشه خود را کنار بگذاره و بیایه تحت تاثیر مفکوری او سازمان و گروه قرار بگیره درست است آه، آه، اینجا دلوق... میتونیم بگوییم که اشتراکات در اندیشه شان وجود داره یا نه تحمیل شده بالاش مهم. در آغاز هم گفتم که منشه تفاوت‌های فردی به دو گروه تقسیم میشن یکی ارسی هست آنچه که با با دنیا آمدن ما با ما همراه میشه رنگ و پوست و قد و اشتها و این مسائل و مسئله دومی محیط هست که مسائل اقتصادی هست انسان ها با زمان با مرور زمان که اینا رشد میکنن تجربه های را هم کسب میکنن و امتیازها و همچنین محدودیت های بیرون در اجتماع را که برایشان تعریف میشه یعنی درک میکنن و برای خودشان هم یک زندگی ایدئال را ترسیم میکنن حداقل در ذهن خودش اگر روی ورق پیاده نبکنن به این لحاظ انسان ها <coughs> خیلی ها هستن اگر نتوانن آنچه که علاقمندیشان یا علاقشان به او سوق داده میشه به او نرسن اینها مجبور میشن در تشدید نظر بکنن نظر به محیطی که در او زندگی میکنن مثلا <coughs> اگر یک بچه در قریه هست او به دنبال فرصت هایی است که برای در قریه یا در مثلا محیط دور برایش بهترین درآمد را داشته باشه شاید ارزش در اونجا ما در چون از اونجا که و آموزی کار میکنیم کار ما با تعلیمات بزرگ یک مثال میخوایم بیارم که بزرگ در قریه داشتن احترام داشتن به بزرگان پدر مادر خیلی برایشان اهمیت داره ما شما این را میفهمیم که در شهر فرصت یا علاقمندی فرزندان نسبت به محیط خانواده کمتر شده شاید به دست خودشان نیست به لحاظ این که سازمان و زندگی در شهر نیازمند کار بیشتر هست یک محیط رقابتی بیشتر وجود داره و همچنین فرصت ها هم زیاده و تهدید ها هم زیاده لذا اینها میره به دنبال بازبینی فرصت های زندگیشان تا بتانن برای خود یک زندگی را رقم بزنن که به زن خودشان برایشان میتونه قناعت بخش باشن بخیر باشین سلام به با شما متفاوت اندشان سپاسگزارم از اینکه برنامه زندگی را برای دیدن انتخاب کردین و ما هم در نهایت تلاش میکنیم تا بهترین ها را مد نظر گرفته و اینجا با کارشناسان محترم صحبت داشته باشیم تا در زندگی شما تغییر مثبت ایجاد شود آرزوی ما مثبت اندیشی شما و مثبت زندگی کردن شما است بس امروز ما در برنامه زندگی پیرامون تفاوت در دیدگاه ها می و یا تفاوت های فردی بهتر از این گونه بگوییم جناب استاد چه نیاز است که این همه تفاوت ها را ما شاهد باشیم و تجربه کنیم و باید باشه در زندگی ما راستش پاسخ به این سوال سخته من فکر می‌کنم همه آیت قرآن کریم که ما شما را به قبایل مختلف خلق بره. کردیم و شناختش شما تا اینکه شما هم دیگر را بشنسین بره. خب این میشه گفت خواست الهی است که انسان ها بتانن متفاوت باشند و شناختشان تلاش بکنند برای شناخت همدیگر و طبیعی است که محیطی که ما زندگی میکنیم نیازمند به فعالیت ها و ساحات بسیار گوناگون متفاوتی داره که هر کدام استعداد خاص خودش را میطلبه به صورت مثال ما نیاز به دکتر داریم، انجینر داریم، معلم هست و هزار تا شغل دیگر که میتونیم نام بگیریم و برای یک نفر مشخصا نمیتونیم که کل عمر خود را اگر صرف بکنه باز هم نمیتونه به همه ای علوم دسترسی پیدا بکنه و این لحاظ تفاوت های فردی ما رو کمک میکنه تا تیپ شخصیتی خود را بشناسیم و نظر به علایقی که داریم بریم به ساحه اما سازمانی کار بکنیم که میتونیم بیشترین محصریت را برشان داشته باشیم و با همین لحاظ است که تیست هایی که قبل از ورودی به یک سازمان برای کار یا مثلا برای آموزش ها مورد استفاده قرار میگیره خیلی اهمیت داره شاید این روزا شما هم متوجه باشین امتحان مثلا تافل برای وردی به دانشگاه های که انگلیسی زبان هست یک از تست ها هست این تست نام, نام زبان هست ولی تست در حقیقت یک تست روانی هست تا انسان ها را بتانن تحلیلش را برای گرفتن مطالب علمی به زبان دوم یا خارجی که همون انگلیسی باشه مورد آزمایش قرار بدن یک از مشهورترین نمونه های تستی است که ما میتونیم تفاوت یک فرد را نسبت به فرد دیگر و اینکه کی را نسبت به کی ترجیح بدیم تا به وارد سازمان شهر که بتونیم بیشتر مسئولیت را بگیریم استاد رسا می بیشتر از روانشناسی بشنویم از جناب شما که دانش آموخته این رشته هستین تحقیقات روانشناسان روانشناسی پیرامون تفاوت انسانها و اینکه ضرورتش چیست چی بوده آه ضرورتش حقیقتا اینه که انسان به مرور زمان آه آه رشد ذهنیشان و همچنان رشد اخلاقی را تایی کردن به در مثال اگر ما بسنجیم شاید حدود یک قرن گذشته انسان ها قبول داشتن که برده باشن و قبول داشتن که برده بگیرن ولی امروز آگاهی افتخار هم میکردن و خیلی هاشان به قول شما افتخار هم ممکن بود بکنن که برده فلان شخصیت بزرگ شاید برده ها بلفرد و حالا چون در این مورد داستانش نمیدانیم ولی ممکن است که <applause> برده ها چین اندیشه رو داشتن ولی امروز ما میبینیم که به صورت عموم در سرتاسر سر دنیا شاید عده محدودی انسان ها باشند که مطابق به یک قرن گذشته مثلا فکر بکنن ولی حداقل روح جمعی کل جهانی شده که بردگی برخلاف انسانیت هست و نهاد انسان زیر تاثیر قرار میته. این آز ای از برکت تفاوت افراد است ای این از برکت رشد اخلاق جهان هست من به این باور هستم و تفاوت فردی به ما کمک میکنه تا ما بتونیم این تفاوت ها را حس بکنیم و کمک بکنیم به این اینکه یعنی جامعه را مطابق نیازش نسل های را تربیت کنیم تا جامعه را به سوی بهبودی ببره بخیر باشین جناب رحمتالله رسا دانش آموخته روانشناسی ما صحبت داشتیم پیرامون چیستی تفاوت افراد و همچنان منشای این تفاوت ها دریافت تفاوت دیگران چرا ما باید از دیگران تفاوت داشته باشیم و نیاز و ضرورتش حالا می خواهیم همه را در کوزه بگنجانین و یک جمع بندی داشته باشیم در مورد تفاوت فرده همه تا ما احساس بگنم که متاسفانه روانشناسی در کشور ما هنوز رونق خوب نیافته و تفاوت های ما هنوز برای ما شناسانده نشده و متاسفانه روانشناسی در مکاتب هنوز جا نیافتاده و ما حضور و بزرگان چون شما <coughs> امیدوار کننده است نسبت به فرد ما امیدوار هستیم که بتانیم حداقل به صورت موردی یا به صورت گروپ های کوچک کار خود را بکنیم گرچه روانشناسان مثل دکتر رزبانی جناب دکتر سعید جعفر احمدی و بزرگان دیگه در جامعه هست که تلاش های زیادی دارن ولی حقیقتا با سی میلیون نفوس و اندک شمار روانشناسان خوب که ماجوز شاگردانش شاید به حساب نیایم هنوز در آغاز راه هستیم شما ولی فکر میکنم کم هست ما نیاز داریم همکاری رسانه ها را همکاری دانشگاه ها و اهالی اهل علم و فن و وزارت تحصیلات عالی و وزارت معرفت تا در این قسمت توجه بکنن چون بسیاری از م... مشکلاتی که در اجتماع و در خانواده ها وجود داره و حتی ما در درون مکاتب میبینیم ناشی از تفاوت های فردی است که هنوز احساس نشده حتی ماشده. در نهادهای خصوصی و دولتی وجود داره مثلا در دفتر جماز. تلویزیون نور نیازمند روانشناس است که باید درست. در کنار کارمندانش حضور داشته باشه و همین گونه نهادهای دیگر باشماز. درسته به همین لحاظ ما احساس بکنیم که رسانه ها شما میتونید نقش بسیار موثری داشته باشین با دعوت روانشناسان مثل متخصصی مثل آقای رزوانی و سایر دوستانی که نامشانه برتان گرفتم تا بتانیم روانشناسی را رونق بتیم و در جامعه بهتر معرفی بکنیم امیدوار هستیم و یک دنیا سپاس از حضورتان و برنامه و اینکه داشته های علمی خود را با ما و بیننده های برنامه ما شریک شکر تشکر از شما بابت و در پایان سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت برق زرایی قصه عشق انسان بودن ماست سپاسگزارم از حضور و همراهی گرمتان مثل همیشه در پایان یک بار دیگر تکرار احسن بهترین ها رو براتون تمنا دارم تا دیدار بعد خدا نگهدار